سلام دوستای گلم امیدوارم حال دلتون خوب باشه علی هستم با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما امروز میخوام در رابطه با گواهی عدم سوء پیشینه البته در کشور آلمان باهاتون صحبت کنم که بهش فوغونگ سویگنس میگن و بعضی ها هم تو زبان آمیانه بهش پولیتسایلیش فوغونگ سویگنس میگن و به همین دلیل هم بعضی ها فکر میکنن که میتونن این گواهی رو از اداره پلیس بگیرن در حالی که اینطور نیست من خودم این گواهی که همون سوگنس و گواهی عدم سوء پیشینه هست رو از طریق سایت اداره دادگستری آلمان به صورت آنلاین تقاضا دادم و چند روز بعدش با پست به دستم رسید و در این ویدیو میخوام برای شما توضیح بدم که شما هم چطور میتونید همین کار رو انجام بدید البته این نکته رو هم همینجا بگم که اگر میخواید به صورت آنلاین این گواهی رو تقاضا بدید حتما باید از این آوسپایس های کارتی داشته باشید و با آوسپایس کاغذی نمیشه و حتما هم باید آوسپایس آنلاین رو فعال کرده باشید که من یک ویدیو در رابطه با آوسپایس آنلاین قبلا در همین کانال گذاشتم لینکش رو در توضیحات زیر ویدیو هم میذارم میتونید توضیحات زیر ویدیو رو مراجعه کنید روی لینکش کلیک کنید و اون ویدیو رو ببینید اما اگر که وایس کاغذی دارید نمیتونید این گواهی رو به صورت آنلاین تقاضا بدید و باید حتما حضوری مراجعه بکنید به غط هاوس و حالا یا پیش ملد آمت و یا بورگا بوغو که اداره شهرداری هست این درخواست رو ثبت بکنید تا بعدا از طریق پست برای شما ارسال بشه یه نکته هم بگم که خیلی از سایت ها هستن کلاهبرداری میکنن و میان میگن شما میتونید این گواهی رو به صورت آنلاین تقاضا بدید توی اون سایت ها ولی فقط و فقط از طریق همین سایتی که من در این ویدیو دارم توضیح میدم که متعلق به اداره دادگستری آلمان هست این امکان وجود داره تمام سایت های دیگه دارن کلک میزنن و اون 13 یورو که هزینه این گواهی هست رو هم از شما میگیرن ولی این گواهی هیچ وقت به دستتون نمیرسه پس اگر میخواهید به صورت آنلاین این گواهی رو تقاضا بدید حتما حتما این ویدیو رو ببینید و فقط از طریق این سایت اقدام کنید خب با هم میریم و این ویدیو رو تماشا میکنیم. در ابتدا باید وارد سایت اداره فدرال دادگستری آلمان بشیم به این آدرس bundesjustizamt.de من گوشیم رو به صورت افقی گرفتم که یک مقداری گزینه ها رو بشه درشتر دید که توی ویدیو بهتر دیده بشه بالای سایت سمت چپ گزینه رو میبینید نوشته تمن روی این گزینه کلیک میکنیم و بعد گزینه های بیشتری ظاهر میشه روی گزینه بورگادینسته یعنی خدمات شهروندان کلیک میکنیم گزینه های خیلی زیادی ظاهر میشه که از بین اونها ما باید روی گزینه فوقونت سویگنس گواهی عدم سوء پیشینه کلیک بکنیم من روش کلیک میکنم الان وارد صفحه شدیم که در اینجا میتونیم گواهی سوء پیشینمون رو تقاضا بدیم مقداری که پایین تر بیایم در این قسمت گزینه ای رو میبینید نوشته فوقونت سویگنس هیا آنلاین به گواهی عدم سوء پیشینه رو اینجا به صورت آنلاین تقاضا بدید اگر روی این گزینه کلیک کنیم مراحل بعدی برای تقاضا دادن گواهی عدم سوء پیشینه آغاز میشه اما در اینجا یه نکته هم بگم که ممکنه شما فعالیت تجاری اگر داشته باشید شرکتی دارید گاهی اوقات از شما بخوان که اوس کونفت اوس گور به یا همچین گواهی رو بگیرید و ارائه بدید اگه یه روز چون این چیزی لازمتون شد یادتون باشه که توی همین سایت توی این صفحه میتونید با کلیک روی این گزینه این گواهی رو هم تقاضا بدید اما امروز ما کاری به این نداریم و میخوایم فوقون رو تقاضا بدیم من روش کلیک میکنم همونطور که میبینید پنج مرحله داره تقاضامون باید این مراحل رو یکی یکی طی کنیم الان توی شیغیت آینس هستیم مرحله یک باید به این سوال پاسخ بدیم که آیا ما این تقاضا رو میخوایم بدیم برای خودمون فرمیش زلبست یا اینکه این, این تقاضا رو میخوایم بدیم برای این گزتس لیشا تون. برای یه کسی که ما از طرف اون نمایندگی قانونی داریم مثلا اگه برای فرزند زیر سنتون میخواید تقاضا بدید باید این گزینه رو تیک بزنید که وقتی تیک میزنیم هم یک مقداری گزینه های دیگه ظاهر میشه که با کلیک روی این گزینه میتونید مدرکی که نشون میده شما نمایندگی قانونی از فرزندتون دارید رو هخلادن کنید یعنی آپلود کنید توی سایت مثلا میتونید گبورتس واکونده یعنی گواهی تولد اون فرزند رو که توش نوشته شما پدرش یا مادرش هستید رو آپلود کنید توی سایت و در نهایت هم روی گزینه وایتا کلیک میکنید تا از این مرحله رد بشید اما خب من میخوام این گواهی رو برای خودم تقاضا بدم بنابراین روی گزینه فورمیش زلبس یعنی برای خودم کلیک میکنم و بعد هم روی گزینه وایتا کلیک میکنیم وارد مرحله دوم شدیم شقیتس وای در این مرحله باید از طریق آوس آنلاین و از طریق نرم افزار آوس وایس باید هویت خودمون رو برای اداره دادگستری آلمان تایید بکنیم برای شروع این مرحله باید در این صفحه روی این علامت کلیک بکنیم من روی این علامت کلیک میکنم اتوماتیک انتقال پیدا میکنیم به نرم افزار اوس که از قبل توی گوشیمون نصب و فعالش کردیم طبق اون روشی که در ویدیویی که قبلا توی کانال گذاشتم توضیح دادم برای اینکه بتونید از این نرم افزار استفاده کنید باید NFC گوشیتون روشن باشه اگر میخواید مطمئن بشید که روشن هست یا نه از بالای گوشیتون این صفحه رو بکشید پایین و بیاید بگردید توی این گزینه ها گزینه NFC رو پیدا بکنید که الان برای من این گزینه روشن هست اگه خاموش بود میتونستم روشنش کنم خب باید روی گزینه وایتات سور پین آینگابه کلیک بکنیم الان از ما میخواد که آوس وایسمون رو پشت گوشی موبایلمون قرار بدیم. من کار رو انجام میدم. الان باید پین شش رقمی خودمون رو وارد بکنیم. همونطوری که در اون ویدیوی مربوط به آوس وایس آنلاین توضیح دادم شما رو برگه های آوس وایس آنلاین نتون که اداره آوسلندا آمت بهتون داده یک پین 4 5 رقمی دارید که توی مراحلی که میرید این نرم افزار رو فعال میکنید اون پین رو تغییر میدید و یک پین 6 رقمی برای خودتون تعیین میکنید اون پین رو باید همیشه یادتون باشه و الان اون پین رو باید در اینجا وارد کنید و بعد هم روی این علامت کلیک میکنیم که مثل اوکی هست تایید میکنیم پینمون رو از ما میخواد دوباره آوسفایسمون رو پشت گوشی قرار بدیم این کار رو انجام میدم در این مرحله رو از پشت گوشی بر ندارید تا وقتی که این علامت سبز رنگ در اینجا داره حرکت میکنه وایستون رو به هیچ عنوان تکون ندید الان ما انتقال پیدا کردیم اتوماتیک دوباره به سایت اداره دادگستری آلمان که داخلش بودیم و الان این بخش مربوط به اطلاعات فردی ما که قبلا خالی بود خودش به صورت اتوماتیک پر شد در پایین صفحه روی گزینه وایتا کلیک میکنیم تا بریم مرحله بعد خب الان وارد شیقیت دقایی میشیم مرحله سوم یک سوال از ما پرسیده در اینجا و میگه که آیا یک ملیت دیگری باید توی گواهی عدم سوء پیشینه شما در نظر گرفته بشه یا خیر مثلا ببینید کسانی که علاوه بر ملیت آلمانی، ملیت یک کشور اروپایی دیگر رو هم دارن. اونها میتونن بیان در این قسمت گزینه یا رو تیک بزنن و بعد یه خونه هایی باز میشه که ملیت دومشون رو هم اعلام میکنن. برای من که الان ایرانی هستم و این آیدی کارت خودم رو توسط نرم افزار اپسوای وقتی که اسکن کردم پشت گوشی خود این سایت دیگه متوجه شده که من ایرانی هستم و ملیت ایرانی دارم نیازی نیست که در اینجا من چیزی وارد بکنم بنابراین این رو همون ناین میذارم که باقی بمونه در اینجا این سوال رو سه بار هم پرسیده به خاطر اینکه تا سه تا ملیت رو میشه اینجا معین کرد ولی خب ما هر ستای اینها رو میذاریم روی ناین باقی بمونه و در پایین صفحه روی گزینه وایتا کلیک میکنیم همچنان توی مرحله سوم هستیم و باید یه سری سوالات دیگر رو هم جواب بدیم. اولین سوال این هست که میگه آیا شما این گواهی عدم سوء پیشینه رو برای اینکه به یک اداره در آلمان ارائه بدید میخواید یا نه برای مثلا هدف شخصی خودتونه فقط خودتون میخواید اطلاع پیدا بکنید که آیا سوء پیشینه جایی براتون ثبت شده یا خیر اگر که برای هدف شخصی خودتون میخواید خب میذارید که این روی گزینه 9 باقی بمونه اما اگر برای ارائه به یک اداره خاص میخواید و اون اداره از شما این رو خواسته روی گزینه یا کلیک میکنیم و بعد چند تا گزینه دیگه ظاهر میشه که باید به اینها هم پاسخ بدیم اولینش میگه که آیا این گواهی عدم سوء پیشینه رو که برای ارائه به یک اداره میخواید آیا این رو برای گوربلیشس سوک میخواید یعنی برای یک هدف تجاری در حقیقت یعنی مثلا شما میخواید یک شرکت مثلا ثبت کنید از شما خواستن که برید ببینید آیا گواهی عدم سوء پیشینتون چی میگه که خب حالا اگه برای اهداف گوربلیش هستش روی گزینه یا کلیک میکنید اگر هم نیست که روی ناین میذارید باقی بمونه و سوال دومی که پرسیده شده این هست که میگه آیا اگر توی گواهی عدم سوء پیشینه شما یک چیزی نوشته شده بود به عنوان سوء پیشینه آیا شما میخواید قبل از اینکه اداره دادگستری این گواهی شما رو برای اون اداره ارسال بکنه شما این امکان رو داشته باشید که برید و این گواهی عدم سوء پیشینه رو ببینید یا اینکه نه نمیخواید برید اون رو ببینید و هر چی که هست میخواید فرستاده بشه برای اون اداره چون ممکنه شما نسبت به اون گواهی عدم سوء پیشینتون یک اعتراضی داشته باشید بخواید اول حلش بکنید و بعدا که حل شد برای اون اداره ارسال بشه پس بد نیست که شما بخواید اول برید اون گواهیتون رو ببینید حالا تصمیم با شماست اگر ناین بذارید بمونه نمیخواید قبلش برید اون رو ببینید اگر گزینه یا رو تیک بزنیم یعنی که شما میخواید برید قبلش این رو ببینید دوستان به این نکته توجه داشته باشید که اگر توی این صفحه گفته باشید که شما این گواهی رو برای ارائه به یک اداره میخواید و همچنین اگر گفته باشید که میخواید قبل از اینکه این گواهی ارسال بشه برای اون اداره این گواهی رو رؤیت بکنید اون وقت زمانی که روی گزینه وایتا کلیک میکنید مراحل متفاوتی بهتون نشون داده میشه نسبت به حالتی که این گواهی رو نگفتید برای یه اداره میخواید و گفتید که برای شخص خودتون میخواید حالا یک بار برای که ببینید وقتی برای یک اداره میخواید چه چیزی رو بهتون نشون میده تو صفحه بعد من میذارم اینها روی یا بمونن و روی وایتا کلیک میکنم خب دوستان الان میبینید که در این مرحله از من میخواد اسم اون اداره ای که میخوام این گواهی براش ارسال بشه رو وارد کنم چون اداره دادگستری این گواهی رو خودش مستقیما برای اون اداره میفرسته حالا من نمیدونم پست میکنه یا به صورت سیستمی ارسال میشه ولی به هر حال دیگه با نامه به دست خود شما نمیرسه اسم این اداره رو به عنوان مثال من میذارم اوسلند آمت شما میتونید هر اداره دیگه‌ای که هست بنویسید من به عنوان مثال اینو مینویسم و در این قسمت پست لایت سال باید کد پستی اون اداره رو بنویسید و در قسمت اورت هم اسم شهری که اون اداره داخلش هست من به صورت فرضی کد و شهر می نویسم اینجا و در قسمت فرون سوک یعنی اینکه شما این گواهی رو برای چه هدفی میخواید باید با کلیک روی این علامت از بین گزینه هایی که باز میشه یکی رو انتخاب کنید من روی این علامت کلیک میکنم خب الان گوشی من به حالت افقی که هست این گزینه ها رو خوب به من نشون نمیده گوشی رو به حالت عمودی برمیگردونم الان میبینید که در اینجا یه گزینه هایی رو نوشته از بین اینها میتونید انتخاب کنید اگر توی این لیست نبود توجه داشته باشید که این دو صفحه هست میتونید با کلیک روی عدد دو وارد صفحه دوم بشید و باز لیست بقیه گزینه ها رو هم ببینید اما در نهایت اگر که نبود اون هدفی که شما دنبالش هستید داخل این گزینه ها اون موقع اجازه بدید من گوشی رو دوباره افقی کنم اون موقع این صفحه رو میبندیم و میتونیم اون هدف رو خودمون به صورت دستی در این قسمت بنویسیم تکست آین گابت و این گزینه آخری هم گشفت نوما این اختیاری اجباری نیست و بعد روی گزینه وایتا کلیک میکنیم ببینید دوستان چون قبلا از من پرسیده بود که میخواید قبل از که این گواهی رو به اون اداره مربوطه بفرستیم شما یک بار بیاید و این گواهی رو ببینید چون این سوال رو من اونجا گفته بودم بله میخوام که بیام یک بار ببینم الان تو این مرحله از من میخواد که یک جایی رو مشخص کنم مثلا آمتسگیریشت یعنی یک دادگاه عمومی رو معین کنم که من بتونم اونجا مراجعه کنم و این گواهی خودم رو رؤیت بکنم قبل از که به اون اداره ارسال بشه ولی باید در اینجا معین بکنیم که کدوم آمتسگیریشت آمتسگیریشت کدوم شهر در اینجا باز یک علامتی وجود داره که اگر روش کلیک بکنیم لیست دادگاه های عمومی ظاهر میشه من روی این کلیک میکنم میبینید که تعداد صفحات زیادی داره این لیست دادگاه ها. میتونید توی صفحه های مختلفش دنبال اسم اون دادگاه شهر مورد نظر خودتون بگردید و میتونید هم در این قسمت زوخن بنویسید مثلا بنویسید آمسگیریشت کلن تا براتون خودش پیداش کنه به صورت جستجو من باز برای که این لیست رو بتونم خوب ببینم گوشیم و عمودی نگه میدارم و اینجا میبینید که لیست دادگاه ها رو با اسم شهرشون برامون میاره مثلا آمسگیریشت آخن رو انتخاب میکنم من روش کلیک میکنیم گوشیم باز دوباره افقی نگه میدارم و خودش میبینید که دیگه پست لایت سال و اورت رو پر میکنه وقتی از اون لیست دادگاه رو انتخاب میکنیم و بعد روی گزینه وایتا کلیک میکنم حالا از اینجا به بعدش دیگه اون صفحاتی که برامون میاد مشترکه با اون حالتی که ما اصلا این گواهی رو برای شخص خودمون میخوایم و برای ارائه به دادگاه هم نیست ولی خب من که این گواهی رو برای ارائه به دادگاه نمیخوام برای شخص خودم میخوام کلا برمیگردم دوباره به همون صفحه‌ای که از ما سوال میکنه میگه آیا این گواهی رو برای اداره میخواید یا برای شخص خودتون و من اینجا گزینه ناین رو میزنم میگم این گواهی رو من برای اداره نمیخوام و دیگه اون مراحل به من نشون داده نمیشه و سوال بعدی که باید بهش پاسخ بدیم اینه که آیا میخواید این گواهی عدم سوء پیشینه رو در اوسلند یعنی در خارج از آلمان ارائه بدید و استفاده کنید که اگر اینطور هست یا رو تیک میزنید اما اگر فقط برای استفاده در آلمان هست میذارید روی ناین باقی بمونه و سوال بعدی اینه که آیا شما یک اروایت قس فوقون سویگنس هم نیاز دارید یا خیر؟ این اروایت قس فوقون سویگنس چیه؟ این یه گواهی عدم سوء پیشینه همچین پیشرفته تره که داخلش جرائم مربوط به اعمال سکسی هم قید میشه بیشتر این رو زمانی میخوان که یک شخصی میخواد توی یک حوزه هایی کار بکنه که با کودکان ارتباط داره با افراد زیر سن قانونی که خب اگر کارفرمای شما از شما این رو هم خواسته روی یا کلیک میکنید و الا میذارید ناین باقی بمونه که البته اگر یا رو تیک بزنید در این قسمت از شما میخواد که اون مدرکی که نشون میده صاحب کار شما از شما این گواهی رو خواسته رو هم باید توی سایت هخلادن کنید و آپلود بکنید ولی خب ما این رو معمولا نیاز نداریم روی ناین من کلیک میکنم و سوال آخری که باید در این مرحله بهش جواب بدیم اینه که ما چند تا گواهی عدم سوء پیشینه میخوایم شما میتونید در این بخش معین بکنید یه دونه میخواید یا دو تا یا سه تا یا هر تعداد که میخواید میذارم رو همین یک بمونه و بعد در پایین صفحه روی گزینه وایتا کلیک میکنیم همچنان توی مرحله سه هستیم باید به این سوال پاسخ بدیم که آیا ما میخوایم گواهی عدم سوء پیشینمون که برامون پست میشه به همون آدرسی که توی آوسوایسمون هست ارسال بشه یا اینکه به یک آدرس متفاوتی میخوایم ارسال بشه اگر بذارید که گزینه 9 باقی بمونه دیگه به همون آدرسی ارسال میشه که توی آسوایستون نوشته شده اما اگر که به آدرس متفاوتی میخواید ارسال بشه باید یا رو تیک بزنید و بعد جدولی باز میشه که در اینجا میتونید آدرس دیگه که میخواید رو بنویسید و بعدا در پایین صفحه روی وایتا کلیک کنیم خب من روی 9 کلیک میکنم چون آدرس متفاوتی نمیخوام ارسال بشه و روی گزینه وایتا کلیک میکنیم خب همونطوری که تا الان متوجه شدید این استعلام 13 یورو هزینهش هست اما برای بعضی اشخاص میتونه به صورت رایگان درخواست داده بشه مثلا کسانی که تحت پوشش سوسیال یا جاب سنتر هستن برای اینکه دقیقتر بفهمیم شامل چه کسانی میشه میتونید بیاید روی این لینک کلیک بکنید کلیک نزیهی یا فورداس مرک بلد و اون وقت یک فایل پی دی اف دانلود میشه من روش کلیک کردم میزنم دانلود میکنم اون فایل پی دی اف رو در اینجا خیلی دقیق توضیح داده که مثلا کسانی که اغنت آنتلیش تیش دارن یعنی یک فعالیت داوطلبانه رایگان که به نفع عموم هست دارن انجام میدن اگر که اون فعالیتشون جز این دسته ها باشه شامل رایگان بودن این گواهی میشن یه مقدار پایین تر که بیایم در قسمت میتل لوزشگایت این مربوط به کسانیه که تحت پوشش جاب یا سوسیال هستن میبینیم که توی این جدول توضیح داده که چه کسانی رو شامل میشه اولینش این آ آل گیتس وای یعنی آربایتس لوزن وای مربوط به جاب سنتری ها هست و دومینش میبینید سوسیال هیلفه هست کسانی تحت پوشش سوسیال هستن کسانی که ممکن شاغل هم باشن ولی درآمدشون کمه و کیندات سوشلاگ دریافت میکنن و اگر یک شخصی دانش آموز هست یا آسبیلدون میگذرونه یا دانشجو هست توی این جدول توضیح داده در صورتی شاملش میشه که درآمد خود اون شخص خیلی کم باشه و یا حتی درآمد اون اشخاصی که ایشون تحت سرپرستی اونهاست مثلا یک دانش آموز پدر و مادرش باید درآمد اونها هم در حد پایینی باشه شرایط خاص باید وجود داشته باشه تا بتونه درخواستشون رایگان بده و مقداری که پایین تر بیایم در قسمت بزن دقه و نونسوک یعنی اگر که این گواهی رو میخواد برای یک هدف خاصی ارائه بده اینجا یه سری هدف رو توی این جدول نوشته و بعد تو این جدول مقابل خیلی هاشو نوشته ناین یعنی شاملش نمیشه تنها موردی رو که میبینم با سراحت نوشته یا این مورد هست یعنی اگر یک کسی میخواد فول سایت فلیگ پغزون باشه به عنوان یک شخصی که مراقبت از سالمندان میکنه احتمالا فلیگ پغزون منظورش اینه اگه به صورت فول سایت میخواد کار بکنه و بابت اون کارش الان این استعلام رو نیاز داره این میتونه به صورت رایگان تقاضاش رو ثبت کنه خب برم گردم دوباره به همون صفحه سایت بنابراین اگر شما میخواید به صورت رایگان این تقاضا رو بدید باید در اینجا به این سوالی که پرسیده باید گزینه یا رو کلیک کنید ببینید وقتی که یا رو کلیک میکنیم یک جدولی در این پایین باز میشه که از شما در این قسمت میخواد که علتی که شما میخواید رایگان تقاضا بدید رو معین کنید روی این علامت فلش اگر کلیک بکنیم سه تا گزینه پیدا میشه و اگر شما جاب سنتری یا سوسیالی هستید و میخواهید رایگان تقاضا بدید گزینه میتل لوزیشکایت رو انتخاب کنید و دوتا تا گزینه دیگه هم که تو اون فایل پی دی اف توضیح دادم بزوندره فروندونگ سوک ارنتس آمتلیشه تیتیشکایت و زمانی که مثلا میتل لوزیشکایت رو انتخاب کردید بعد در این قسمت هم باید کلیک بکنید و مدرکی که نشون میده شما تحت پوشش جاب سنتر یا سوسیال هستید که همون بشایدی هست که داخلش نشون داده که شما چقدر حقوق از جاب سنتر یا سوسیال میگیرید اون رو باید اسکن کنید و در اینجا هخلادن کنید یعنی توی سایت آپلود کنید بعد روی گزینه وایتا کلیک میکنیم ولی خب من نمیخوام به صورت رایگان تقاضا بدم بنابراین در اینجا گزینه 9 رو در جواب این سوال تعیین میکنم و روی گزینه وایتا کلیک میکنم در این مرحله یک بار دیگه تمام اطلاعاتی که تا این لحظه وارد کردیم که بار دیگه در اینجا بهمون نشون میده که چک بکنیم آیا درسته یا غلط و در پایین پایین همین صفحه که بیایم میتونیم با کلیک روی گزینه وایتا وارد مرحله بعدی بشیم و البته اگر دیدید بعضی از اطلاعاتی که در اینجا بهتون نشون داده توی جمعبندی غلط هست میتونید با کلیک روی گزینه سقوط یعنی بازگشت به یک مرحله قبل یا چند مرحله قبل برگردید و اون رو اصلاح کنید و بعد دوباره روی وایتا کلیک کنید بیاید برسید به همین صفحه‌ای که الان داخلش هستیم روی گزینه وایتا کلیک میکنم بریم مرحله بعد وارد مرحله چهارم شدیم که مرحله پرداخت پول این گواهی هست در همین صفحه باز هم میتونید در این قسمت اگه میخواهید تعداد بیشتری گواهی بگیرید تعدادش رو معین کنید خب هر یه دونه ای 13 یورو پولشه اگه بیشتر بخواید باید پول بیشتری هم بپردازید دو تا روش پرداخت داره یکیش گیگ و پی هست با این روش میتونید حتی با کارت اشپارکاس از اون هم پرداخت کنید و روش بعدی که قدید کارت هست من میخوام از این طریق پرداخت کنم اگر ویزا کارت مستر کارت دارید میتونید با این گزینه پرداخت کنید و الان روی این گزینه بتسالن اون آنتراگ اپ شیکن کلیک میکنم در صفحه بعد باید اطلاعات کردیت کارتم رو بدم در این قسمت کارت این هوا یعنی صاحب کارت کی هست اسم و فامیل رو که روی کارت نوشته شده در اینجا می نویسید کارت نوما شماره 16 رقمی مسترکارت کارت که روی کارت نوشته شده رو اینجا می نویسید و گولتیگ 20 معین می کنید که تاریخ انقضاء کارت کی هست و تا کی این کارت اعتبار داره و یه شماره سرقمی هم پشت کارت نوشته شده که CVV بهش میگن به انگلیسی و کارتن پوف نما اینجا اسمش رو گذاشته و در نهایت روی اوکی OK کلیک میکنیم خب من اطلاعات رو وارد کردم و روی اوکی OK هم کلیک کردم ولی به من یک پیغام خطا داد به من گفت که باید اطلاعات مربوط به محل زندگی و آدرستون رو هم وارد کنید نمیدونم چرا قبلش نشون نداده بود خب به هر حال اینها رو هم مینویسیم در قسمت آنشریفت اسم خیابانی که درش زندگی میکنید و پلاک خونه رو مینویسید پی ال ست کد پستی رو مینویسید شتات اسم شهری که درش زندگی میکنید و لاند هم سرزمین خودش دویچلند آلمان انتخاب شده و در نهایت روی اوکی کلیک میکنیم الان من رو داره راهنمایی میکنه که یک کدی به شماره موبایلی که به مسترکارتم کارتم اعلام کردم ارسال میشه و اون کد رو باید تو مرحله بعدی وارد کنم تا پرداخت انجام بشه روی گزینه کانتینیو یعنی ادامه دادن کلیک میکنم برای اینکه اون کد رو به شماره موبایل من ارسال بکنه از من میخواد که ترانزکسیون کد یه کد چهار رقمی هست که من خودم توی نرم افزار یا اپ و یا توی سایتش هم میشه قبلا تعیین کردم اون رو وارد کنم و بعد روی گزینه کانتینیو کلیک کنم خب بعد از اینکه کد چهار رقمی ترانزکسیون کد خودم رو وارد کردم الان برای من یه اسمس ارسال شده از طرف ادوانس یا بانک که داخل این اسمس یک کدی نوشته شده این رو من باید اونجا توی سایت وارد کنم در اینجا باید کد رو وارد کنم و بعد روی گزینه کانتینیو کلیک میکنیم خب وارد مرحله پنجم شدیم پرداختم انجام شده الان و الان اگر بالای بالای صفحه بیام میبینید که الان توی شقیت فونف هستیم مرحله پنج در اینجا اطلاعات کلی و کامل در رابطه با تقاضایی که دادیم برای این گواهی عدم سوء پیشینه رو بهمون نشون میده و میتونید اگه بعضی رو نیاز دارید برای خودتون پرینت بکنید هم پرینت کنید یا دانلود کنید توی گوشیتون نگه دارید به عنوان مثال پایین تر که بیام در این قسمت میتونید سالونگس بشتتی گونگ رو دو کنید یعنی یک تاییدیه که نشون میده شما هزینه این گواهی رو پرداخت کردید و یا یک مقداری که پایین بیام در این قسمت میتونید با کلیک روی دوکن همه اطلاعات مربوط به این درخواست گواهی عدم صدور که دادیم رو پرینت بکنید. و نکته خیلی مهمی که وجود داره یه یعنی مقدار بالاتر که بیام در این قسمت هست فرکنوپفونگ دس آنتراکس میت آینم یعنی وصل کردن این درخواستتون با یک اکانت کاربری ببینید ما الان هیچ حساب کاربری توی سایت اداره دادگستری آلمان ایجاد نکردیم برای خودمون پس بعدا اگر بخوایم پیگیری کنیم ببینیم این درخواست گواهی عدم سوء همون تو چه مرحله ایه چرا هنوز به دستمون نرسیده یا یه سری سوالاتی داریم میخوایم بپرسیم وقتی حساب کاربری نداشته باشیم توی این سایت پیگیری کردن هامون خیلی مشکل خواهد شد پس توصیه کرده که ما حتما یه دونه بنوتسا کونتو یک حساب کاربری برای خودمون توی این سایت ایجاد کنیم برای ایجاد یک حساب کاربری باید روی این گزینه بنوت کونتو آین ریشتن کلیک بکنیم حالا باید این خونه ها رو پر کنیم آدرس ایمیلمون رو در اینجا می نویسیم یا ایمیلی باش که بهش دسترسی دارید آدرس ایمیلمون رو در این بخش دوباره تکرار می کنیم یک پسورد برای خودمون تعیین می کنیم و این رو یادمون نره و هر پسوردی که تعیین کردید دوباره در این خونه هم تکرارش می کنید و پایین تر که بیایم این گزینه رو هم باید تیک بزنیم که شرایط رو قبول داریم و پایین تر که بیایم روی گزینه بنوت ساکونتو آن لگن کلیک میکنیم خب دوستان من هر کاری کردم که آدرس ایمیل بدم بهش و پسورد بدم و یه حساب کاربری برای خودم درست کنم هی این پیغام خطا رو به من میده که میگه این آدرس ایمیلی که دادید یک فرمت و شکل معتبر نداره و من هر آدرس ایمیل دیگه ای هم که داشتم امتحان کردم باز این پیغام خطا رو به من داد ممکنه شما با این پیغام خطا مواجه بشید علتش چیه من نمیدونم ولی من نتونستم حساب کاربری ایجاد کنم بنابراین من میام پایین صفحه و این مرحله رو کنسل میکنم با کلیک روی گزینه آب بغشن و بعد هم به من پیام میده میگه واقعا میخواید این رو کنسل بکنید روی یا کلیک کنم و برگشتیم به اون صفحه قبلش داخلش بودیم ولی اگه شما موفق شدید که یک حساب کاربری برای خودتون ایجاد کنید بعد باید داخل این صفحه در اینجا آدرس ایمیلی که باش حساب کاربری ایجاد کردید رو بنویسید و در قسمت پسورد هم پسوردی که تعیین کرده بودید رو بنویسید و بعد روی گزینه آنتراگ میت کونتو فرکنوپفن یعنی درخواست گواهی عدم سوء پیشینه رو با این حساب کاربری وصل کردن روی این گزینه کلیک بکنید تا از این به بعد وقتی با اون حساب کاربری وارد این سایت میشید بتونید وضعیت گواهی عدم سوء پیشینتون رو ببینید که تو چه مرحله ایه به هر حال همه کارا انجام شده و یه چند روز آینده گواهی عدم سوء پیشینه با پست به دست من خواهد رسید خب در پایین این صفحه هم فقط چند تا گزینه هست اینا رو هم بگیم و دیگه تمام اگر که من میخوام یک درخواست فوقون سایگنس دیگه هم بدم دوباره میتونم روی این گزینه کلیک کنم از اول مراحل رو انجام بدم برای یه گواهی جدید یا اگر شما یه دونه گواهی برای گورب سنت گیستا ایستا میتونید با این گزینه برید دوباره تو اون مراحل و این رو تقاضا بدید اگر هم که میخواید این مراحل دیگه پایان بدید کار دیگه ای ندارید روی به اندن کلیک میکنید من روی به اندن کلیک میکنم و دیگه کار تمام هست خب دوستان گواهی عدم سوء پیشینه من 11 روز بعد از اینکه این درخواست رو ثبت کردم از طریق پست به دست من رسید که الان دارید این گواهی رو میبینید و هیچ سوء سابقه ای هم داخلش ثبت نشده امیدوارم که شما وقتی گواهیتون رو دریافت میکنید همینطور سفید باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید از شما ممنون میشم که لایکش کنید با دوستانتون به اشتراک بگذارید که شاید به درد اونها هم بخوره و اگر تا به حال عضو کانال یوتیوب نشدید از شما خواهش میکنم که حتما عضو این کانال بشید به این ترتیب به من دلگرمی میدید که ویدیوهای بیشتری رو تهیه کنم و در اختیارتون قرار بدم لطفا نظرات ارزشمندتون رو هم در بخش کامنت های این ویدیو برای من بنویسید از اونها حتما استفاده می کنم. از اینکه با من همراه بودید ازتون بی نهایت ممنونم مواظب خودتون باشید تا ویدیوی بعد خدا نگهدار